حتما این افکت جذاب و دیدنی رو توی اینستاگرام یا تیک تاک دیدی. توی این ویدیو میخوام بهت یاد بدم چجوری اونو با نرم افزار پریمیر درستش کنیم. پس اگه میخوای این افکت جذاب رو یاد بگیری حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به کانال آکادمی من و پلیلیست پریمیر حرفه‌ای خیلی خوش اومدین. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. برای اینکه آموزش‌های بعدی منم از دست ندی، حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. برای ساخت این افکت این مواردی که میگم حتما باید با دقت انجام بدی، یا حالا اون ویدیویی که انتخاب میکنی باید این مشخصات رو حتما داشته باشه. 1. دوربینت حتما باید روی سه پایه باشه و به هیچ عنوان تکون نخوره. مورد دوم، باید با فریم ریت بالا فیلم برداری کنیم تا کمترین موشن بلر رو داشته باشیم، حداقل 50 فریم بر ثانیه. مورد سوم این که حتما سوژمون از یه سمت به یه سمت دیگه ای حرکت کنه، مثلا از سمت راست به سمت چپ تصویر حرکت کنه. و مورد چهارم و مورد آخری که هست، بعد حتما نسخه فتوشاپی که هم ورژن نسخه پریمیرمون هست و نصب داشته باشیم. همین موارد کافیه، پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. خب اولین کار اینه که ویدیومون رو داخل تایملاینمون قرار بدیم و اولین فریمی که میخواییم فریز یا هولد بشه رو انتخاب کنیم. یه بار از اول ویدیومون رو ببینیم به چه صورتی هست. اینجا سگمون از سمت چپ میاد و داخل تصویر میشه و ما میخواییم این افکت جذاب رو این سگمون اعمال کنیم. من میرم مثلا قسمت ابتدایی و یه جایی که بدن سگمون کامل مشخص باشه رو انتخاب میکنم. مثلا اینجا اولین فریممون باشه. یکم هم این تایملاینمون رو زوم میکنم تا این فیلممون مشخص تر باشه و از نوار ابزاری که پایین پنجره پروگراممون هست یه ابزاری داریم به اسم اکسپورت فریم. اگر این ابزارم نمیدیدید از این پلاسی که اینجا هست میتونید اونو پیدا کنین و با یه درگ ساده توی این نوار ابزارتون قرار بدید و دقیقا همون فریمی که میخوایم یکی از اون فریزامون روش قرار بگیره رو با استفاده از این ابزارمون یا حالت عکسی ازش میگیریم. اینجا میتونیم یه اسمی براش بذاریم، مثلا من میذارم پیکچر 1. فرمتش روی همون PNG خوب هست. اینجا اون مسیری که میخواین فایلتون ذخیره بشه، اون عکستون ذخیره بشه رو قرار میدین و این تیک import into project هم میزنیم تا به طور اتوماتیک به پروژمونم اضافهش کنه. الان من اوکی رو که بزنم توی قسمت پروژکت هم همونجور که میبینین الان فایلمون رو اضافه کرد، پیکچر 1 با فرمت PNG. و تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که این عکسمون رو داخل تایملاینمون قرار بدیم و انتهای قسمت عکسمون رو بذاریم روی اون نشانگری که گذاشته بودیم و میخواستیم فریزش کنیم و با یه رایت کلیک روی عکسمون روی گزینه ادیتین فتوشاپ بعد کلیک کنیم. وقتی ما این گزینه رو میزنیم به طور اتوماتیک این عکس رو برای ما توی فتوشاپ باز میکنه و حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که این سوژمون رو از بک‌گراندمون جدا کنیم. من توی دوره 0 تا 100 فتوشاپمونم با ابزار سلکت رو معرفی کردم. اگه روی فتوشاپ مسلط نیستی من لینک پلیلیست رو بالای صفحه قرار میدم و میتونی بعد دیدن این ویدیو هم بری از قسمت پایین دیسکریپشن اون پلیلیست رو ببینی تا کامل روی فتوشاپ و مباحث سلکت و جدا کردن این سوژه از بک‌گراند مسلط بشی. و حالا من اینجا هم چند تا روش رو سریع بهتون میگم تا بتونی این افکت رو به بهترین شکل ممکن انجام بدی. اگر از نسخه های جدید دارین استفاده میکنین یه کویک اکشنی اصطلاحا اینجا هست که خودش یه ریموو بک‌گراند میاره براتون و اگه روش بزنین سوژتون رو به طور اتوماتیک تشخیص میده و میتونین اونو از بک‌گراندتون جدا کنید. من اینجا اگه روی ریموو بک‌گراند بزنم ببینیم کارمون به چه صورتی در میاد. حالا اینجا یه مقداری علف داریم و یکم کارمون سخت هست برای سلکت کردن. من روی ریموو بک‌گراند میزنم ببینیم کارمون به چه صورتی در میاد. میبینیم که سوژمون رو به طور جداگانه ای از بک‌گراند جدا کرد، ولی حالا یه مقداری فکر میکنم این پای
پشتیش و اینا رو برای ما با دقت سلکت نکرد. من کلید کنترل زد رو میزنم تا یه مورد دیگه ای هم برای حذف بک‌گراند با هم دیگه کار کنیم، ببینیم کدومش بهتر میشه. روش دومی که میتونیم انتخاب کنیم یه نوار ابزارمون، ابزار Object Selection هست که من یه ویدیویی هم دربارش ساختم و لینکش رو مجدد بالای صفحه میذارم و میتونین حتما اون قسمت هم مشاهده کنیم. تو ورژن های جدید وقتی روی Object Selection بزنیم به طور اوتوماتیک خودش سوژه هامون رو پیدا میکنه و الان من روی تصویرمون برم میبینیم که هر کدومو به صورت جداگانه ای برای من نشون میده و میتونم با یک کلیک ساده روشون رو سلکت کنم. حالا همونطور که میبینید سوژه‌مون رو خیلی دقیق سلکت کرده و من با زومم اگه برم جلوتر میتونم ببینم که این سوژه‌مون به قشنگی سلکت شده. و حالا اگه یه قسمتی از سوژه‌تون مثلا دقیق سلکت نشده بود میتونیم با استفاده از ابزار کویک سلکشن که الان من لینک ویدیوی کویک سلکشن هم مجدد بالای صفحه براتون میذارم میتونین قسمت هایی رو کم یا اضافه کنین. وقتی ابزار کویک سلکشن رو انتخاب میکنین اینجا موارد مختلفی داره. اگه من روی این به اضافه بزنم میتونم مثلا یه قسمتی رو به سوژمون اضافه کنم با کلیک و درگی که دارم انجام میدم و اگه یه قسمتی اضافه سلکت شده بود تنها کافیه کلید آلت رو از روی کیبورد نگه دارم تا این نشانگرمون یه حالت منفی داخلش بیاد و این قسمت رو از سوژمون حذف کنم. برای اینکه این نشانگرمون هم کوچیک و بزرگ کنیم از براکت‌های سمت چپ و راست میتونیم استفاده کنیم. الان مثلا این قسمت رو مجدد سلکت میکنم و حالا مواردی که اضافه سلکت شده رو میتونم اینجا کم کنم. و با یکم زمان گذاشتن خودتون میتونید سوژه‌تون رو به بهترین شکل ممکن سلکت کنید. من با دوبار کلیک روی این هند تصویرمون رو فیت میکنم و الان کافیه مجدد روی این ابزار کویک سلکشن رو مثلا سلکت کنم و روی سلکت اند ماسک کلیک کنم و اینجا اگه بیام قسمت پایین و اوتپوت سیتینگ رو باز کنم اینجا حالت اوتپوت تو رو بعد بذاریم روی لیر ماسک و اوکی کنیم. اینجا به طور اوتوماتیک اون بک‌گراند رو برامون حذف میکنه و با کلید کنترل اس اگه من این تصویرمون رو سیف کنم به طور اوتوماتیک به پروژه پریمیرمونم اضافه میشه. من الان وقتی برم توی پریمیر اینجا میبینیم که به طور اوتوماتیک اون تصویر بک‌گراندم برای من حذف کرد و فقط این قسمت سگش برای ما هست و من کارمونو پلی میکنم ببینیم به چه صورتی در آمد. الان اینجا سگمون فریز هست، من اگه پلی کنم میاد میرسه با ما حالت فریز و ادامه ویدیومونو میره. حالا تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که قسمت های مختلفی حالت فریز رو اعمال کنیم. مثلا من این عکس رو دوباره میارم اینجا نشانگرمونو قرار میدم و مجدد از پروژمون یه عکسی میگیرم. حتما حواسم هست که import into project تیک خورده باشه و اسمشو مثلا میذارم picture 2 و اوکی میکنم کارمونو. اینجا توی پروژکتمون بعد اضافه شده باشه picture 2 مون و تنها کاری که بعد الان بکنیم اینه که اینو درگ کنیم و توی لاین سوممون قرار بدیم، قسمت انتهاییشو بذاریم روی اون قسمت نشانگری که بود و با یه رایت کلیک روی ادیت این ادوب فتوشاپ کلیک کنیم و همونطوری که میبینین این عکسمونو اوورد داخل فتوشاپ و من اگه روی آبجکت سلکشنمون کلیک کنم، حالا برای دوستایی که ورژنهای قدیمی رو دارن استفاده میکنن خودشون بعد با این مدل مثلا رکتنگل دور اون سوژه‌ای که میخوان رو سلکت کنن و وقتی سلکت کنن خودش به طور اتوماتیک اون سوژه‌ای که داخل قسمت سلکت هست رو براشون انتخاب میکنه. من اگه اینجا زوم کنم روی تصویرمون میبینیم تقریبا به خوبی این سگمون رو سلکت کرد و حالا قسمتی خیلی من نمیخواد کم و اضافه کنم مگه اینکه حالا مثلا اینجا رو بخوام خیلی دقت کنم و میرم روی آبجکت سلکشنمون یه مقداری با براکت سمت چپ این نشانگرمون رو کوچیک میکنم و مثلا حالا میتونم اینجا رو با نگه داشتن کلید آلت از سوژمون کم کنم. مورد دیگه ای هم اینجا نیست و تقریبا خوب این سوژمون رو سلکت کرده. من دوبار کلیک میکنم روی این هندمون و کافیه برم روی این ابزارمون رو روی سلکت اند ماسک کلیک کنم و آلت اوتپودمون همونجوری که گفتم بذاریم روی
لیر ماسک و اوکی کنیم. الان باید با کلید کنترل اس این پروژه‌مون رو سیو کنیم و اگر الان بریم توی پریمیر می‌بینیم که مجدد بک‌گراند و اینجا برامون به طور اتوماتیک حذف کرد. بریم ویدیومون رو از اول یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. اینجا دو تا حالت فریز شدمون رو می‌بینیم و اگه من پلی کنم به هر کدومش که برسه از اون حالت فریزی در میاد و ادامه ویدیو رو می‌تونیم ببینیم. بسیار عالی. و مثلا مورد سوم هم میتونیم دقیقا قبل رسیدن به این خانوم قرار بدیم و اینجا یه عکسی از سوژمون بگیریم و اسمشو مثلا میذارم پیکچر 3 و اگه کارمون رو اوکی کنم اونو به قسمت پروژکتمون اضافه میکنم و به صورت اونو میذارم تو لاین 4مون و انتهاشو میارم روی نشانگرمون. با یه رایت کلیک سریع میام روی ادیت اند فتوشاپ و مجدداً با ابزار آبجکت سلکشنمون این قسمت رو سلکت میکنم تا این سگ رو برای ما به طور اتوماتیک خودش سلکت کنه. یکم اگه زوم کنم روی تصویرمون میتونم حالا این قسمت پامونم اضافه کنم با ابزار کویک سلکشنمون. اینجا این قسمتم با کلیک و درگ میتونم راحتی اضافه کنم به کارمون تا کارمون حالت طبیعی تری بگیره به خودش. بقیه قسمت هم تقریبا خوبه. میتونم حالا این قسمت ها رو یکم اضافه کنم به کارمون و تصویرمون رو فیت میکنم و روی این ابزارمون میزنم و روی سلکت اند ماسک کلیک میکنم. ما این قسمت سلکت اند ماسک هم کامل توی دوره فتوشاپمون توضیح دادیم. حالا برای این قسمت موام کامل گفتم بعد چه کارهایی انجام بدین. میتونید یکم بیشتر وقت بذارین و اون حالتها رو هم روی قسمت مو انجام بدین. قسمت اوتپوت رو میذاریم روی لیر ماسک و اگه اوکی کنیم این تصویرمون از بک گراند جدا میکنه و با کلید کنترل اس اینو سیو میکنم و به سرعت میرم توی پریمیرمون و همونطور که میبینین اینجا بک گراندمون حذف شد. حالا من میرم ابتدای ویدیو و اگه با کلید تیلدا این پنجره پروگراممون رو باز کنم میتونم پروژه‌مون رو ببینیم کامل به چه صورتی در من. خب همونطور که دیدی به چه سرعت و به چه راحتی تونستیم یه افکت جذاب اینستاگرامی و تیک تاکی هم با هم دیگه درست کنیم و حالا مستلزم این بود شما یه مقداری فتوشاپ هم بلد باشین و من لینک ویدیوهای آموزشی فتوشاپ که مربوط به این ویدیومون بود و برات توی پایین دیسکریپشن قرار دادم و میتونی بدیم اون قسمت ها رو ببینی تا کامل مسلط باشی و بتونی اون سوژت رو از بک‌گراندت جدا کنی و یه کار خیلی با کیفیتی درست کنی. اگر از این ویدیوی آموزشی من خوشت اومد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگولرم بزن تا از ویدیوهای آموزشی بعدی من عقب نیفتی. اگر پیشنهاد یا افکت خاصی هم مد نظرت حتما توی کامنت ها برام بنویس تا من یه ویدیوی مجزایی برای اون درست کنم. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با پریمیرم به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمون رو دیگه طولانیش نمی کنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.